بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر سوم امروزی. عنوان امروزی ما شما حجرات جنسی یا گمیت هاست. گمیت سا یا گمیت عبارت از حجرات جنسی است. حجرات جنسی مذکر و مؤنث به نام گمیت یاد میشه. از یکجا شدن حجرات جنسی مذکر و مؤنث یک ارگانیسم جدید به وجود میاد. وقتی که حجرات جنسی مذکر و مؤنث به هم یکجا میشه، در نتیجه یکجا شدن این حجرات ارگانیسم نو یا حجرات دختری به وجود میاد. وظایف حجرات چی است؟ وظایف حجرات جنسی انتقال خواص های ارثی از پدر و مادر به حجرات دختری است. توسط حجرات جنسی خواص های ارثی والدین به حجرات دختری انتقال میشه. در بدن ما شما دو نوع حجره است: حجرات جسمی و جنسی. حجرات جنسی یا گمیت ها برخلاف حجرات جسمی دارای هپلوید کروموزوم است، یعنی دارای 23 کروموزوم است. در بدن ما شما قبلا گفتیم دو نوع حجره است: حجرات جسمی و حجرات جنسی. حجرات جسمی دارای 46 کروموزوم است و حجرات جنسی دارای هپلوید کروموزوم یا دارای 23 کروموزوم است، که از این جمله 22 کروموزوم یا 22 عددش جسمی است و یک عددش جنسی است. یعنی حجرات جنسی دارای 23 کروموزوم است، او اگر از مذکر باشه و اگر از مؤنث باشه، که از این جمله 22 عدد جسمی و یک عددش جنسی است. در تصویر ببینین، گفتم حجرات جنسی مذکر و مؤنث، مثلا اینمی حجره جنسی مذکر است که به نام اسپرم یاد میشه، و اینمی حجره یک حجره جنسی مؤنث است که با نام اوم یاد میشه. این حجرات با نام گمیت ها هم یاد میشه. ما شما سپرم و تخمه گمیت گفته میتونیم. از یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مؤنث یک حجره نو یا یک ارگانیسم نو به وجود میاد که با نام زیگوت یاد میشه. پسان میخوانیم که زیگوت چی است. وظیفه حجرات جنسی گفتیم انتقال خواص ارثی از والدین به حجرات دختری است. گمیت یا حجرات جنسی به دو نوع است: سپرم یا سپرماتوزوا یا حجرات جنسی مذکر، دوم اوم یا گمیت مؤنث یا تخمه. گمیت های مذکر و مؤنث در اعضای مخصوص والدین ساخته میشه، که اعضایی که در آنجا گمیت ها تولید میشه یا ساخته میشه به نام گونارد یاد میشه. مثلا گونارد های جنس مذکر به نام خصیه ها یا تستس یاد میشه. چون سپرم ها در خصیه تولید میشه، ما شما خصیه را گونارد جنس مذکر گفته میتونیم. یعنی خصیه گونارد جنس مذکر است. و گونارد های جنس مؤنث چی است؟ تخمدان هست. چرا؟ به خاطر که تخمه ها در تخمدان تولید میشه و تخمدان با نام گونارس جنس مؤنث نیزیاد میشه. اول ما شما سپرم یا سپرماتوزوا یا حجرات جنسی مذکر میخوانیم، بعد از او حجرات جنسی مؤنث. سپرم یا سپرماتوزوا حجرات جنسی مذکر است و در خصیه ها تولید میشه. در وقت ایجکولیشن در مایع منوی یا سیمینال فلوید اینها آزاد میشه و همراه مایع منوی یک جا از وجود جنس مذکر خارج میشه. خود سپرم اگر ما شما ایره ببینیم یک حجره فعال متحرک است. اگر اندازه کنیم 50 الا 70 میکرومتر جسامت داره. در هر ایجکولیشن یا دفق 200 الا 300 میلیون سپرم
از جنس مذکر خارج میشه. در هر ایجوکولیشن 200 الا 300 میلیون سپرم از جنس مذکر خارج میشه. هر قدر که مقدار سپرم ها زیاد باشه، چانس القاشی است زیاد است. یعنی به خاطر القاح کردن تخمه موانز مقدار سپرم باید زیاد باشه. هر قدر تعداد سپرم ها کم میشه، کمتر میشه، چانس القا هم چی میشه؟ کم میشه. اگر در یک سیمایی منوی یک شخص از 20 میلیون سپرم کم باشه، این شخص چی است؟ عقیم است. یعنی سپرم های این شخص نمیتونه تخمه موانس را القا بسازه. یعنی این شخص صاحب فرزند نمیشه. اگر از 20 میلیون بالاتر باشه، چانس القا هست. هر قدر که بالا میشه، چانس القا زیاد است. عنوان دیگه است اشکال غیر طبیعی سپرم. اگر یک سپرم اینمی اشکال داشته باشه، این سپرم ها نمیتونه به تخمه داخل شوه. مثلا سپرم دو سره. در حالت نرمال سپرم یک سر داره که پسان میخوانیم، اشکال نرمال یک سپرم میخوانیم. اگر یک سپرم دو سر داشته باشه، مثل که در تصویر است، یک سپرم غیر طبیعی است، نرمال نیست، این سپرم به تخمه داخل شده نمیتونه. دوم سپرم دو دومه. اگر یک سپرم دو دوم داشته باشه، مثل که در تصویر است، در حالت نرمال سپرم یک دوم داره، این سپرم یک سپرم غیر نرمال است، یک غیر طبیعی است، این هم به تخمه داخل شده نمیتونه. دوم موجودیت سیتوپلازم در سر سپرم و دیگر اشکال غیر طبیعی. مثلا در قسمت ببینین یک شکل غیر طبیعی است. اگر دوم شکل غیر طبیعی داشته باشه، این سپرم ها و تخمه داخل شده نمیتونه و تخمه را القا کرده نمیتونه. اشکال نرمال یک سپرم و شما در این عنوان میخوانیم. از نظر ساختمان سپرم من نرمال داره 3 قسمت است. اگر ما شما یک سپرم نرمال بگیریم و او را ببینیم، داره 3 قسمت است. سر یا هید، گردن یا نیک، دم یا تیل. اول هید یا راس، در راس سپرم اگر ما شما ببینیم، ساختمان های زیل در اوجه دیده میشن. در راس سپرم هسته موجود است، بعد از هسته یا در چهار طرف هسته سیتوپلازم است و یک ساختمان دیگه است که در تصویر برتان نشان میتیم به نام اکروزوم یاد میشه و بعد از او سل ممبران یا غشای حجروی است. از بالا اگر ما شما یک راس سپرم ببینیم، به شکل بیضاوی معلوم میشه و از کنارها اگر راس سپرم را ببینیم، به شکل اهرامی معلوم میشه. طول راس سپرم 4 الا 5 میکرومتر است. ببینید در تصویر یک شکل نرمال یک سپرم است. گفتیم از نظر آناتومیک یک سپرم نرمال دارای یک هید، یک گردن، در قسمت گردن است که توسط گردن راس به دم وصل میشه و از اینجا شروع تا به قسمت آخری به نام دم یا تیل یاد میشه. اول راس هم شما میخوانیم. در راس گفتیم چی است؟ هسته است. اینمی هسته است. بعد از او سیتوپلازم است و در این قسمت یک غشا است به نام سل ممبران و در قدام هسته یک ساختمان کلاهک مانند موجود است که به نام اکروزوم یاد میشه. اینمی ساختمان به نام اکروزوم یاد میشه. وظایف اکروزوم چی است؟ در سلایدهای بعدی میخوانیم. هسته گفتیم در قسمت مرکزی راس هسته موجود است. خود هسته یک کتله کروماتینی تیره و متجانس است. در داخل هسته اگر ببینیم کروموزوم ها موجود است. 23 کروموزوم است که به نام هیپلوید یاد میشه. چند کروموزوم است؟ 23 که 22 عددش جسمی و یک دانش جنسی است. کروموزوم جنسی سپرم شاید X یا Y باشه. یعنی در 50% سپرم هایی که تولید میشه، کروموزوم های جنسی آنها X می باشه و در 50%
دیگهش کروموزوم های جنسی وای می باشن که چه قسمی اکس می شود چه قسمی وای می شود در سل دیویژن باز می خوانیم در میتوسیس و میوسیس مربوط میتوسیس و میوسیس می شود. در قسمت قدامی هسته گفتیم یک ساختمان کلاهک مانند موجود است که توسط او هسته پوشانیده شده و به نام اکروزوم یاد می شود. در تصویر شما دیدین اکروزوم یک ساختمان است که توسط اینها انزایم های افراز می شود هیلورونیریز و انزایم های پروتولیتیک تریپسین. وظایف این انزایم ها چی است؟ وقتی که سپرم همراه تخمه مواجه میشه، مثلا فکر کنید اینمی یک تخمه است و یک سپرم است، شکل یک سپرم است. اینمی ساختمانی که رسم کردیم بنام اکروزوم یاد میشه. وقتی که سپرم به تخمه نزدیک میشه اینمی اکروزوم عکس العمل نشان میده، وظیفه‌شان انزایم های افراز میشه، انزایم هیلورونیریز و اکروسین. اینمی انزایم ها وقتی که افراز شد میره بالای جدار تخمه تاثیر میکنه، بالای سل ممبران تخمه تاثیر میکنه. وقتی که بالای سل ممبران تخمه تاثیر کرد، سل ممبران تخمه چی میشه؟ از بین میره. در یک قسمت سل ممبران یک سوراخ ایجاد میشه و از طریق همون سوراخ سپرم با تخمه داخل میشه. مثلا در یک قسمت سل ممبران از بین میره، بالاخره سپرم از امیر با تخمه داخل میشه و تخمه القا میشه. این رو پسند باز دوباره میخوانیم. دوم نیک یا گردن است. خود نیک یک قسمت باریکی حجره است که بعد از راست شروع میشه و راست را به دوم چی میکنه وصل میسازه. اگر ما شما ایر اندازه بکنیم 5 میکرون طول داره. در نیک دو ساختمان دیده میشه، پروکزیمال سنترول یا سنترول قریبه که از همین قسمت فلاجیل یا دوم اسپرم منشا میگیره و دیگه سگمنتد کالم یا قطعه گردن است که در اطراف پروکزیمال سنترول قرار دارد. ببینید این تصویر، اینمی نیک است. در این قسمت گفتیم یک سنترول است که برای پروکزیمال سنترول یاد میشه و از این قسمت پالاجیل منشأ میگیره یا دم منشأ میگیره و در چهار طرفی یک قطعه موجود است که برای قطعه گردن یا سگمنتد کالم یاد میشه. سیوم تیل یا دم است. خود تیل یا دوم 55 میکرو متر طول داره. زخامت دوم در قسمت های مختلف فرق میکنه. در قسمت اولی زخامت زیاد میباشه و هر قدر که دورتر میشه زخامتش کم میشه. یعنی در قسمت اولی بعد از عنق، بعد از نیک وقتی که شروع میشه، اگر ما شما ایر اندازه بکنیم زخامتش 1.4 میکرو متر است و در قسمت اخیری وقتی که دوم ختم میشه زخامتش کم میشه و 0.5 میکرومتر میرسه. ایتو شروع برین در این قسمت مثلا زخامتش در شروع زیاد است و در قسمت اخیری زخامت دوم کم میشه. در اینجا 1.4 است و در این قسمت 0.5 میکرومتر است. خود دوم به 3 قطعه تقسیم میشه. میدل پیس از اینجا شروع در بینامی قسمت بنامی میت پیس یاد میشه یا قطعه متوسط. بعد از اون قسمت وسطیش بنامی قطعه اساسی یاد میشه و قسمت آخریش بنامی قطعه نهایی. از اینجا شروع تا و این قسمت بنامی قطعه اساسی یاد میشه و بعد از اون یک قسمت آخریش بنامی اند پیس یا قسمت نهایی یاد میشه. اول ما شما قسمت متوسطش میخوانیم. میدل پیس یا قسمت متوسط اگر اندازه بکنیم 5.7 میکرومتر طول داره. 5.7 میکرومتر طول داره. از نیک شروع میشه و با حلقه آنولس ختم میشه. آنولس چی است؟ آنولس یک ساختمان لیفی است که در پایینتر یا در تحت غشای پلازمایی قرار داره و از لغزیدن میتوکاندریا به طرف قطعه اساسی جلوگیری میکنه. ببینید در این تصویر
نمیج یک ساختمان حلقه مانند موجود است که به نام حلقه انولوس یاد میشه. از این قسمت شروع تا به نمی قسمت به نام قطعه متوسط یاد میشه. گفتم قطعه متوسط از گردن شروع تا به حلقه انولوس ادامه داره. حلقه انولوس یک ساختمان حلقوی مانند است که از لغزیدن میتوکاندری نمی خط خطی که است میتوکاندری اصلا می خوانیم. از لغزیدن میتوکاندری به طرف قطعه اساسی جلوگیری میکنه. میتوکاندری در قسمت متوسط موجود است مگر در قسمت اساسی نیست. چرا؟ به خاطر که اینمی حلقه انولوس از لغزیدن میتوکاندری به طرف قطعه اساسی جلوگیری میکنه که وظیفه میتوکاندری چی سلام میخوانیم. ببینید در قطعه متوسط ساختمان های زیاد دیده میشه. اگر ما شما قطعه متوسط قطع بکنیم مثل که در تصویر قطع شده دیجا و یا قسمتش دیجا زوم شده، اگر ما شما اینمی قسمت قطع بکنیم و ببینیم در داخلش چی موجود است ما شما دیده میتونیم. اول در قسمت داخلیش از داخل اگر حساب بکنیم در قسمت داخلیش یک ساختمان است به نام اکزونیم یاد میشه. اکزونیم چی است؟ چی وظیفه داره را میخوانیم. بعد از اکزونیم یک نوع رشته ها موجود است که به نام اوت دنس پیبر یا رشته های متراکم خارجی یاد میشه. بعد از او در قسمت خارجی میتوکاندری است و بعد از میتوکاندری باز سل ممبران یا غشای حجروی است. غشای حجروی ببینید تصویر. گفتم اگر ما شما قطعه متوسط قطع بکنیم در قسمت وسطیش یک ساختمان است که به نام اکزونیم یاد میشه. تصویر ببینید نمی اکزونیم است و بعد از اون رشته هاست که به نام یعنی می رشته های سیاه رنگ که معلوم میشه به نام اوردس میبر یاد میشه و بعد از اون اینمی سیاره که میبینین به نام میتوکاندری یاد میشه و بعد از اون اینمی سفید رنگی که است به نام سل ممبران یاد میشه. این می ساختمان ها را ما شما در قسمت متوسط دوم اسپرم دیده می دانیم. قبلا گفتیم اکزونیم چیست؟ اکزونیم در قسمت مرکزی دوم موقعیت دارد و از دو میکروتوبول مرکزی و نو میکروتوبول محیطی ساخته شده. یک قسم تیوب هاست که خرد خرد است بنای میکروتوبول یاد می شن. دو دانه در مرکز است و نو دانه در محیط است. در مجموع بنام اکزونیم یاد می شن. و اکزونیم در سر تا سر دوم موقعیت داره. ببینین در تصویر معلوم میشه دو دانه در مرکز است و نو دانه در محیط است و اکزونیم از این قسمت شروع تا بین این قسمت موجود است، یعنی در سر تا سر دوم موجود است. بعد از اون چیز رشته های متراکم خارجی نو رشته است که در چهار اطراف اکزونیم موقعیت داره. ببینید در تصویر در اینجا ببینین این میجا رشته هست نور رشته است در چهار اطراف اکزونیم. این قسمت وسطی را که میبینید به نام اکزونیم یاد میشه. در چهار اطراف این رشته ها موجود است. نور رشته است که به نام رشته های متراکم خارجی یاد میشه. در مجموع خود اکزونیم و این می رشته های خارجی عناصر حرکی دوم است. خود دوم حرکت داره. اسپرم قبلا گفتیم که یک حجره فعال و متحرک است، حرکت میکنه و در حرکت اسپرم دوم رول داره و عناصر حرکی دوم اینمی اکزونیم و رشته های خارجی است یا اوردس میبر است. اکزونیم و رشته های خارجی اسپرم عناصر حرکی دوم است. ساختمان سیومی که در دوم موجود است در قسمت متوسط دوم موجود است به نام میتوکاندری یاد میشه. میتوکاندریا به خاطر حرکت اسپرم انرژی را تامین می نماید. یعنی توسط میتوکاندریا به خاطر حرکت اسپرم انرژی تولید می شه. صحیح؟ بعد از قطعه متوسط قطعه دوم شروع می شه به نام پرنسپل پیس یا قطعه اساسی می شه. قطعه اساسی نسبت به دو قسمت دیگه دوم طویل تر است، طولانی تر است، 45 میکرومتر طول داره. این قسمت از حلقه انول شروع میشه و به قطعه نهایی ختم میشه. قطر این قسمت تدریجا کم میشه و در این قسمت ساختمان های زیل دیده میشه. اکزونیم در قسمت اساسی موجود است، رشته های زخیم خارجی موجود است
و سل ممبران یا پوشش لیفی موجود است، مگر در قطع اساسی میتوکندریا موجود نیست. چرا؟ به خاطر که حلقه انولس نمیمانه که میتوکندریا به طرف قطع اساسی بره. در تصویر ببینین، گفتیم قطع اساسی از حلقه انولس، دیگه حلقه انولس از این قسمت شروع میشه و بالاخره به قسمت نهایی تا ختم میشه، یا وقتی که به این پیس میرسه موجه ختم میشه. قطرش تدریجا کم میشه، ببین دیگه قطرش زیاد است، مگر در این قسمت قطرش کم است. در این قسمت اگر ما شما یک قسمت قطع بکنیم و ببینیم در اینجا چی چیزا داده میشه. در این قسمت اکسونیم موجود است، رشته های خارجی موجود است، مگر در این قسمت میتوکندریا موجود نیست. ببینید این تصویر، اینی میسیارنگ است، اینی میتوکندریا است. این در قسمت متوسط موجود است، مگر در این قسمت موجود نیست. قسمت سومی دوم برام ان پیس یا قسمت اخیری یاد میشه، یا قسمت نهایی یا قطع نهایی. این قسمت اگر ما شما ای را اندازه بکنیم 5 الی 7 میکرون طول داره. در این قسمت چی چیزا موجود است؟ در اینجا صرف اکسونیم موجود است، یعنی در قسمت اخیری دوم اگر ما شما ببینیم تنها اکسونیم موجود است، دیگر ساختمان ها در اینجا از بین میره، رشته های خارجی در این قسمت از بین میره. در این قسمت سل ممبران در اینجا موجود نیست، در قسمت اخیریش تنها در این قسمت اکسونیم موجود است. ما شما سپرم خواندیم که چی است از نظر اناتومی. یک سپرم نرمال ما شما شناختیم که چه قسمی ساختمان داره. علی من به وظایف سپرم چی وظیفه داره؟ وظیفه اساسی سپرم القاح کردن تخمه مونس است. توسط سپرم که یک حجره جنسی مذکر از حجره جنسی مونس القا میشه. برای انجام این وظیفه قسمت های مختلف سپرم وظیفه خاص داره. مثلا هسته، در هسته قبلا هم گفتیم چی است؟ کروموزوم ها موجود است، 23 کروموزوم است، یا کروموزوم های هیپلوید موجود است. توسط کروموزوم ها خواص ارثی یا خواص های مواد ژنتیکی از والدین به نسل نو انتقال میشه. دوم اکروزوم، قبلا خواندیم ساختمان کلاهک مانند یک ساختمان است که که در داخل شدن سپرم ها و تخمه کمک میکنه، یعنی برای داخل شدن سپرم ها و تخمه زمینه را مساعد میسازه، که زمینه مساعد ساختن ما شما قبلا خواندیم که جدار تخمه را از بین میبره و بالاخره به خاطر داخل شدن سپرم ها یک راه پیدا میشه، که پسند دوباره باز مفصلا میخوانیم. سوم سنترول قریبه یا پروکسیمال سنترول که در قسمت نیک موجود بود، هیچ وظیفه داره؟ تکامل و انقسام های بعدی زیگوت توسطی تامین میشه. چهارم میتوکندریا قبلا خواندیم در قسمت متوسط دوم موجود بود. توسط میتوکندریا انرژی تولید میشه، به خاطر اسپرم انرژی تولید میشه. اگر میتوکندریا موجود نباشه اسپرم از بین میره، یعنی هر قسمت جدا جدا وظیفه داره. پنجم فلاجیل یا دوم، یک وسیله موقتی است که اسپرم ها را به تخمه ها میرسانه و بالاخره وقتی که چرا گفتیم موقتی است؟ وقتی که سپرم با تخمه داخل شد در سایتوپلازم تخمه باز فلاجیل از بین میره. از همین خاطر ما شما میگیم که یک وسیله موقتی است. عنوان دیگه سیمینال فلوید یا مایع منوی. چی است؟ مایع منوی یا سیمینال فلوید، مایعی که در وقت عملیه دفق یا اجیکولیشن از جنس مذکر خارج میشه به نام سیمین یا مایع منویت میشه. اعضایی که یا ارگانهایی که در افراز این مایع رول داره عبارت از چی است؟ بربخ است یا اپیدیدمیس که ما شما در لکچر اولی در سیستم تناسلی مذکر خواندیم. قنات های ناقله است و کیسه های منوی، این هم در لکچر اولی خوانده بودیم، و غده پروستات است. توسط این ساختمان ها یک نوع مایع افراز میشه که در مجموع با نام مایع منوی یا سیمینال فلوید یاد میشه. مایع منوی گفتیم در وقت اجیکولیشن خارج میشه جنس مذکر، مقدار چقدر از 3 الی 5 متفاوت است. در هر اجیکولیشن 3 الی 5 سی مایع از جنس مذکر خارج میشه. اگر ما شما مایع منوی را ببینیم 10 درصدش
در داخل مایع منوی 10% اسپرم ها موجود است و دیگر مایعی است که با نام مایع منوی یاد میشه یا سیمینال پلازما. در یک سیسی مایع منوی تقریبا 50 الا 100 میلیون اسپرم موجود است. برای انتقال اسپرم ها مایع منوی بسیار ضروری است. قبلا هم گفتیم اسپرم ها باید انتقال شوند. در سیستم تناسلی مونس از واژینا به رحم بره و از رحم بالاخره به نفیرها برسه و جوه. وقتی که به نفیرها رسید در قسمت نفیرها تخمه را القا می‌سازد. به خاطر انتقال اسپرم ها مایع منوی بسیار ضروری است. به خاطر زنده ماندن اسپرم ها مایع منوی بسیار ضروری است، چون ما شما قبلا در لکچر اول خواندیم در داخل مایع منوی انزیم هاست که باکتری ها را از بین میبرند. خود محیط سیستم تناسلی مونس او را قلوی میسازد و دیگه در داخل مایع منوی گفتیم که مواد غذایی موجود است، مثلا گلاکتوز و فرکتوز که اسپرم ها به خاطر تغذیه از او استفاده میکنند. و قبلا ما شما خواندیم که حجرات جنسی مذکر یا اسپرم ها یک حجره فعال و متحرک است، در یک دقیقه تقریبا 3 میلی متر حرکت میکنه. وقتی که اسپرم ها با قنات های تناسلی مونس یا با سیستم تناسلی مونس داخل شوند تقریبا در اوجه 3 الی 4 روز زنده میمانند، مگم قابلیت القا را تا 48 ساعت دارد. یعنی اگر 10 ساعت بعد، 12 ساعت بعد، 20 ساعت بعد تخم آزاد شود و اسپرم ها قبلا داخل شده باشه به سیستم تناسلی مونس، باز هم توانایی را داره که تخم را القا بسازه. و اگر اسپرم ها خارج از عضویت مادر یا خارج از عضویت تناسلی مونس در محیط خارجی ریختانده شود، 2 الی 3 ساعت بعد فعالیت خود را از دست میده و از بین میره. اگر ما شما مایع منوی یا سیمینال پلازما را ببینیم، قبلا هم گفتیم در داخلش 10% اسپرم هست. علاوه اسپرم ها یک تا ساختمان های دیگر هم در داخل این مایع موجود است. اول حجرات استحالوی در داخل این مایع دیده میشه. یک نوع حجرات است وقتی که مایع منوی از اهلیل یا یوریترای مذکر خارج میشه، یک نوع حجرات از اهلیل کنده میشه و در داخل مایع منوی او دیده میشه. دوم اجسام مدور هلین شکل هم در این مایع دیده میشه که منشای آن مبهم است، معلوم نیست که از کجا منشا میگیره. سوم در داخل مایع منوی دانه های کوچک و رنگا یا صبغی رنگ هم دیده میشه که از والیفید هم در داخل این مایع منوی دیده میشه و پروتین ها هم علاوه از اسپرم ها در داخل مایع منوی دیده میشه. ای بود حجره جنسی مذکر که ما شما خواندیم. دوم حجره جنسی مونس یا اوم میخوانیم. حجره جنسی مونس یا اوم چیست؟ اوم یا گمیت مونس به نام بیزه هم یاد میشه. تعداد گمیت مونس نسبت به سپرم ها یا نسبت به حجرات جنسی مذکر بسیار کم است. چرا کم است؟ به خاطر که در طول حیات تناسلی یک خانم 400 الی 500 تخمه به پختگی میرسه و بالاخره آزاد میشه. یعنی در هر ماه یک تخمه پخته میشه و یک و آزاد میشه که تقریبا 400 الی 500 تخمه میشه. تعدادشان بسیار کم است. و در جنس مذکر ما شما قبلا خواندیم در هر ایجکولیشن، قبلا گفتیم 200 الی 300 میلیون اسپرم ها خارج میشه. تعدادشان بسیار زیاد است در هر ایجکولیشن. و یک جنس مذکر از بلوغات شروع تا به وقت مرگ سپرم ها را تولید کرده میتنه، مگم به ازیاد سن تعدادشان کم میشه، مگم تولید میشه. تا به آخر عمر در جنس مذکر سپرم ها تولید میشه، مگم به ازیاد سن یا به زیاد شدن سن تعداد سپرم ها کم میشه، مگم در جنس مذکر مونس قسمی نیست. ما شما قبلا خوانده بودیم در جنس مونس در وقت بلوغت اگر ما شما تخمدان جنسی مونس ببینیم، اوجا گفتیم که 14000 عدد
تخمها در تخمدان موجود می باشد. از بلوغت تا به وقت مینوفیز یعنی تا به 50 سالگی از 14,000 عدد یک دانه آزاد میشه که تقریبا 400 الی 500 تخم میشه و بالاخره تخمها خلاص میشه و جنس مونس بعد از او قابلیت حمل گرفتن را از دست میده. جسامت تخمها را اگر ببینیم 130 میکرون است، یعنی نسبت به اسپرم جسامتی زیاد است. او را گفتیم که 50 الی 70 میکرون است، 130 میکرون است. ساختمان تخمه، یک تخمه چه قسمی ساختمان داره؟ از نظر ساختمان یک تخمه داره قسمت های زیل است. در تصویر ببینین، در قسمت مرکزی یک تخمه یک ساختمان موجود است که به نام هسته یاد میشه یا نوکلیس. در داخل هسته باز کروموزوم هست. چند کروموزوم است؟ 23 کروموزوم در داخل هسته موجود است که 22 عددش جسمی و یک دانش جنسی است که اون چیست؟ اکس است. در جنس مذکر گفتیم 22 جسمی و یک جنسیش، جنسیش معلوم نیست، شاید اکس باشه شاید وای باشه. مگر در جنس موانست تخمه در تخمه های موانست کروموزوم جنسی اکس است. پس از اینجا معلوم میشه که پسان باز ما شما بازم میخوانیم، یعنی در تعیین جنسیت کی رول داره؟ مذکر رول داره. چرا؟ به خاطر که تخمه ها داره اکس است، تمام تخمه ها داره کروموزوم جنسی اکس است، مگر سپرم معلوم نیست. اگر سپرم داره، سپرمی که همراه تخمه یک جای میشه داره کروموزوم وای باشه، طفلی که به وجود میاد کوچی است، مذکر است. و اگر همراه تخمه مونث سپرمی که یک جای میشه داره کروموزوم اکس باشه، باز طفلی که به وجود میاد او چی است؟ مونث است. پس از اینجا معلوم میشه که در تعیین جنسیت کی رول داره؟ مذکر رول داره. به خاطر که سپرم های مذکر 50% سپرم ها داره اکس کروموزوم میباشه و 50% سپرم هایی که تولید میشه داره وای کروموزوم میباشه. هر سپرمی که زود به تخمه رسید در تعیین جنسیت او رول داره. مثلا سپرمی که داره وای کروموزوم است اگر به تخمه زود رسید، جنسی که به وجود میاد یا طفلی که به وجود میاد او مونث میباشه. اگر سپرمی که داره وای کروموزوم است به تخمه زود رسید، طفلی که به وجود میاد او مذکر میباشه. دوم، بعد از هسته یک ساختمان دیگه موجود است به نام سیتوپلازم یاد میشه. سیتوپلازم در چهار اطراف سیتوپلازم یک غشای است به نام سل ممبران یاد میشه. سل ممبران یا غشای حجروی، در چهار اطراف غشای حجروی این سل ممبران است با رنگ سبز. بعد از سل ممبران یک غشای شفاف موجود است که به نام زونه فیلوسودا یاد میشه. زونه جنامش نوشته از زونه فیلوسودا، یک غشای شفاف که چه رول داره، چه وظیفه داره، ایده باز پسان در القا میخوانیم. و بعد از زونه فیلوسودا یک حجرات فولیکولی موجود است، بسیار حجرات زیاد است در این قسمت که با هم یک جای میشه و یک طبقه شعاعی را به وجود میاره که به نام کرونا رادیاتا یاد میشه. یس یک ساختمان نرمال یک تخمه. وقتی که سپرم ها به این قسمت میرسه، وقتی که یک سپرم تخمه را القا میسازه، هسته سپرم باید با هسته تخمه یک جای شوه. سپرم مجبور است اول از این قسمت عبور کنه که باز پسان میخوانیم، بعد از او از غشای شفاف عبور میکنه، بالاخره سل ممبران عبور میکنه، بالاخره به سیتوپلازم میرسه و بالاخره وقتی که به سیتوپلازم رسید، دوم سپرم از بین میره و هسته سپرم با هسته تخمه یک جای میشه و یک هسته واحد به وجود میاد که به نام زیگوت یاد میشه و داره 46 کروموزوم میباشه، 23 از تخمه، 23 از سپرم. در سیتوپلازم تخمه اگر ببینیم ساختمان های زیل دیده میشه یا ارگانل های زیل دیده میشه. اندوپلازمیک رتیکولوم که را شما در هستولوژی باز مفصل میخوانید، جسم گالجی، میتوکندریا، سنتروزوم. علاوه از ساختمان های یک ماده بسیار مهم در سیتوپلازم هم موجود است که به نام یولک انکلوژن یاد میشه. در سیتوپلازم تخمه ها یک ماده موجود است که به نام یولک انکلوژن یاد میشه.
در ترکیب این ماده چی چیزا موجود است؟ در داخل این ماده پروتئین است، مواد قندی یا کربوهیدرات است و فسفولیپید هم موجود است. یولک انکلوژن یا ماده زرد یک ماده بسیار ضروری و غذایی برای تکامل رشیم در مراحل ابتدایی است. یعنی وقتی که سپرم و تخمه در نفرها با هم یک جمع میشه و یک حجره القا شده به وجود میاد، یعنی زیگوت به وجود میاد، زیگوت بالاخره حرکت میکنه به رحم میرسه. تا وقتی که به رحم میرسه از این مواد استفاده میکنه، از ماده زرد استفاده میکنه. یعنی در مراحل ابتدایی یک ماده غذایی برای رشیم یا تخمه القا شده است. هستوفیزیولوژی تخمه. در هسته تخمه اگر ما شما ببینیم کروموزوم هست، 23 کروموزوم است، قبلا خواندیم 22 جسمی و یک جنسی است که وظایف اینها انتقال مواد ژنتیکی به نسل نو است. دیگه در سایتوپلازم تخمه ها ارگانیل ها موجود است که قبلا خواندیم اندوپلازمیک رتیکولوم گالجی باڈی. وظایف اینها چی است؟ در انقسام و تولید اینها سهم میگیرند و در سایتوپلازم قبلا گفتم یک ماده دیگه است که به نام انکلوژن های یولک یا یولک انکلوژن یاد میشه. وظایف اینها چی است؟ تغذیه و دفاع تخمه است. عنوان دیگه است از نقطه نظر مقدار ماده زرده. اگر ما شما تخمه ها را ببینیم، تخمه ها با 3 نوع است. ما شما در سایتوپلازم تخمه ببینیم مقدار ماده زرده یا یولک انکلوژن چقدر موجود است؟ زیاد است؟ کم است؟ نظر به مقدار ماده زرده تخمه ها با 3 نوع است. اول الیسیتال یا تخمه های بدون ماده زرده. در این تخمه ببینید هیچ ماده زرده در سایتوپلازم موجود نیست که به نام الیسیتال یاد میشه. اگر در سایتوپلازم ماده زرده بسیار کم موجود بود به نام اولیگولیسیتال. اولیگو به معنی کم، یعنی تخمه ها با مواد زرده کم. و اگر دریجه بسیار زیاد به شکل وافر مواد زرده موجود بود به نام این تخمه به نام پولی لیسیتال یاد میشه. دیگه دوم عنوان دیگه تخمه ها نظر به موقعیت مواد زرده به نام های زل یاد میشه. ما شما تخمه ها را میبینیم که مواد زرده در کدام قسمت سایتوپلازم او موجود است. نظر به موقعیت مواد زرده تخمه ها به 4 نوع است. اول ایزولیسیتال. ایزولیسیتال تخمه ها به مواد زرده متجانس مثل که در تصویر است. دوم تیرولیسیتال تخمه ها با مواد زرده محیطی مثل که در تصویر است. اگر در یک محیط مواد زرده موجود بود این تخمه با نام تیرولیسیتال یاد میشه. سیومی سنترولیسیتال اگر در مرکز یک تخمه مواد زرده موجود بود با نام سنترولیسیتال یاد میشه و این تخمه با نام چی یاد میشه؟ میزولیسیتال یا تخمه با مواد زرده متعادل. عنوان دیگه از تقسیمات حجروی ایره در لکچر بعدی میخوانیم و من الله توفیق.